ميريم، بسم الله، گفتش رو میکنیم درس خود از قسمت آی پی آدرس. دوست عزیز، او اس آی رفرنس مدل یکی از موضوعات که مهم بود ای بود که ما و شما صحبت کردیم سرش. فیزیکال لیر تشریح کردم برتون، دیتا لینک لیر هم برتون تشریح کردم. میرین در قسمت نتورک لیر. از تمامی دوستان میخواین در قسمت آی پی یا اینترنت پروتکل خیلی زیاد دقت کنین. چرا؟ چون آی پی یا اینترنت پروتکل یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم است، یعنی خیلی مهم است. چرا؟ چون دلیلیشی است که ما اگر تمام موضوع ما در بین نتورک جور باشه، آی پی که مشکل داشته باشه، سب نتینگ ما، نتورک ما، این موضوعات دیگه ارتباطات در کل قطع است. فکر کن شما کمپیوترتان کیبلتان صحیح باشه، کمپیوترتان صحیح باشه، نتورکتان صحیح باشه، کل چیز فایروال تا نام مثلا تنظیمات ستینگش کل چیز صحیح باشه، ما یا آی پی که صحیح نبود ارتباط برقرار نمیکنه. آی پی در واقع نقش لنگویج را داره، لسان را داره. آی پی خودش از چی گرفته شده دوستای عزیز؟ اینترنت پروتکل، یا برش چی میگیم آی پی. خب اینترنت را خودش میفهمین که از اینترنشنال نتورک گرفته شده. آی پی در واقع نقش ارتباطات را داره، به خاطر ارتباطات استفاده میشه. ما وقتی که گوگل را، فیسبوک را، جیمیل را، یوتیوب را، هر جایی را که باز میکنیم، ریموت دسکتاپ میشیم، اگر پینگ میکنیم، اگر مثال هر کاری را که میکنیم در واقع توسط آی پی است. اگر ما شما زنگ میزنیم از طریق تلفن های وایس اوور آی پی، تمام ارتباطات بر اساس آی پی آدرس است و توسط آی پی صورت میگیره. در واقع در پشت سر هر نامی که ما شما استفاده میکنیم یک آی پی است. مثال شما میتونین برین در اینجا از پروتکل پینگ استفاده کنین. پینگ را ما گفتیم پکت اینترنت گروپر، یک پروتکل است. سر از یا باز میایم دیتیل صحبت میکنیم. پینگ نشان دهنده ارتباطات ما است، نشان میده ما با گوگل ارتباط داریم و آی پی آدرس گوگل 172.17.9.78 است. پینگ مثلا میتونیم بگویم youtube.com، انتر میکنیم، بر ما شما نشان میده آی پی آدرس یوتیوب به می شکل 172.17 به این شکل است. یا میتونیم بگویم پینگ کو چیره facebook.com را. هر وبسایت، هر جایی را که شما بخواین وقتی پینگ میکنین، بر شما نام برش میتین، آی پی آدرس بر شما میکشه. پس در واقع ارتباطات کلا توسط چی صورت میگیره دوست عزیز؟ آی پی آدرس صورت میگیره. و موضوع دیگه ای که هست آی پی آدرس، چرا ما فوکس میکنیم؟ چون آی پی آدرس در نتورک پلاس بحث میشه، در سی سی ان ای بحث میشه، در سی سی ان پی بحث میشه، حتی در سی سی ای لیول هم ما سر آی پی آدرس کار داریم. بدون پت مایکرو سیسکو ما در پت مایکروسافت ام سی پی ام سی اس آی پی آدرس را داریم و خیلی پروتکل های دیگه است که وابسته به ایس، مثلا دی اچ سی پی است، آی پی آی ام است و این موضوعات. از او خاطر از کل دوستا میخوایم آی پی آدرس خیلی با دقت بفهمین. باز ما در آی پی آدرس خیلی گپا داریم، مسئله سب نتینگ داریم، سوپر نتینگ داریم، ریورس انجینیرینگ داریم، وی ال اس ام داریم، دیگه برتون بگویم سامرایزیشن داریم. اینی موضوعات است. از او خاطر ایره من فوکس سر زیاد میکنم و از شما میخواییم در این قسمت دقت بکنیم. من خودم در این ای لیول که امتحان دارم، از گذشته تا حال از شاگردام که امتحان میتنمی هست، سی سی این پی لیول هست، گفتم حتی در سی سی ای که ما اگزم دادم در قسمت آی پی کنکتیویتی سبنتینگی موضوعاتش هست. خواه میایم آی پی یا اینترنت پروتکل. آی پی آدرس دوستا عزیز، خودتان هم تو که میفهمین، به دو بخش تقسیم شده. یکی آی پی ورژن 4 داریم دوستا، یکی آی پی آدرس ورژن چند داریم؟ ما شما 6 داریم. بحث فعلی ما شما سر آی پی ورژن 4 است، با سر آی پی ورژن 6 ما شما پسان میایم. آی پی ورژن 6 در بسیاری از کشورها فعلا استفاده نمیشه، ولی آی پی ورژن 4 در تمام کشورها استفاده میشه. به خاطر که آی پی ورژن 4 تعدادش کم بود، باز آی پی ورژن چند اومده؟ 6 اومده. این موضوعات خوب میفهمید. خب دیگه میریم ما و شما آی پی آدرس رو تشریح میکنیم، باز یک بریک میگیریم که بعض دوستا دوباره اضافه کردنی است. آی پی ورژن 4 یا اینترنت پروتکل ورژن 4 چی خصوصیت ها داره؟ آی پی ورژن 4 دیتیلز میریم، اول یک سر صحبت میکنیم. ببینین روال درسی ما، بعض موضوعات بر کلگی دوستا میخوای بگویم که معلومات داشته باشن. روال درسی ما ای است که دوستا ما یک موضوع تشریح میکنم، بر کلگی دوستا تشریح میکنم، یک کمک سرعت میگیریم.
اگر دوست ما کسایی که در این جلسه اشتراک دارن در سپسیفیک پارت میخواست دیتیل بفهمه، بعد بگه استاد من اینی قسمت رو دقیق نفهمیدم، یا در مسیج یا در وایس میشه بگه استاد این اینجاش یک کم روشنی پرتا، باز ما شما میریم سر دیتیل. چرا؟ چون این بحثایی است که یک تعداد دوستای ما میفهمه، بر کل شما خسته کن نشوه. IP ورژن 4 در و در کل IP آدرس یک لاجیکال آدرس است. لاجیکال آدرس یعنی یک آدرس منطقی است، چینجیبل است، مثل مک آدرس نیست که قابل تغییر نباشه. ما هر وقت میتونیم IP آدرس خود را تغییر بدیم. دیگه خوبیت تعزیده چی است؟ دیگه خوبیت تعزیده است که این بخاطر کنکتیویتی است. در کل IP ورژن 4 و 6 هر دویشون بخاطر کنکتیویتی هستن که نشان بده کنکتیویتی داریم یا نداریم. و شما دیگه خصوصیت از IP ورژن 4 است که ای 32 بیت است. 32 بیت مثلا ما شما اگه IP آدرس نوشته میکنیم 192.168.200.53 اگزمپل. 32 بیت به این معنی کامپیوتر خب ما شما گفتیم غیر از باینری یا 0 1 دیگه چیز نمیشناسه. اگه IP باشه، پیکچر باشه، تکست باشه، انیتینگ باشه، ای به چی تبدیل میکنه؟ به 0 1. این وقتی که به 0 1 تبدیل میکنه چند تا 0 1 میشه؟ 32 دانه 0 1 میشه. چرا؟ چون کامپیوتر باینری را فقط میشناسه، اعداد باینری را. 32 تا 01 میشه یا 32 بیت میشه. 4 octets. 4 octets یعنی یک octet به اصطلاح ما شما 2 3 4 به اصطلاح ما شما 4 خانه داره. Each octet یکی از ویدیوهایی که خود خارجی ها جور کرده بود، خیلی بیسیک بود، خیلی به خاطر مکاتب بود، در مورد آی پی آدم نمیره، هنوز هم مو است ویدیویش بشم. یک جای نوشته کرده بود که 200.35.300 چند. ببینین دوستا، مثلا ما شما اگه آی پی آدرس که نوشته میکنیم، مثلا نوشته 172.18.53.91، هر خانه از این آی پی آدرس ما فرق نمیکنه، هر کدامش از صفر شروع میشه تا به چند باید پیش بریم تا 255. از 255 بالا نمیره. ایچ آکتتش از صفر است تا 255 است. خود دوست عزیز. و دیگه موضوعی که ما شما در آی پی داریم، آی پی توسط یک کمپانی است به نام کمپانی آیانا یا اینترنت اساین نمبرز اتوریتی ایچی میشه؟ توزیع میشه و مدیریت میشه. در کل دنیا اینمی کمپانی، این کمپانی در خودش موقعیتش در امریکا است، باز 5 نماینده داره در کل دنیا که توسط از اون 5 نماینده باز در آی اس پی ها میتن. آی اس پی رو خب ما شما میفهمیم، مثلا ندا تلکام، این موضوعات به اونا میتن، باز اونا به کستومر خود که ما شما باشیم توضیح میکنن. باز آی پی آدرستون نیست و کستومر یک تا، دو تا، پنج تا، ده تا توضیح میشه، باز با آی اس پی ها کست یک، مثلا یک کلاس سی یا یک کلاس بی توضیح میکنن. خب دیگه موضوعی که ما شما در قسمت آی پی آدرس داریم، فرمت ازیک است داتد دیسیمال نمبر است. داتد دیسیمال نمبر یعنی نمبرش دیسیمال است. دیسیمال نمبر همه دوستا یادشان است، دیسیمال از 0 1 2 3 4 5 6 7 8 تا 9 است و توسط چی جدا میشه؟ توسط دات. از او خاطری رو میگن داتد دیسیمال چی؟ نمبر. ما آی پی آدرس ورژن 4 میگا پایش تشریح کنیم، اینال میریم سر کلاسایش. ما یکی از دوستای دیگه ما و شما اسورا هم عد بکنم که از جلسه پس نمونه، باز دوباره برمیگردیم. میکردیم آل میریم سر ورژن 4 دیگه گپایش، چون کلاسایش مهم است، از او خاطر میخوایم کلاسایش رو بگه. خب دوستای عزیز دقت کنین، آی پی ورژن 4 معمولا چند کلاس داره؟ آی پی ورژن 4 کلاسز. کلاسز یعنی کاتگوری، دستبندی. به خاطر از اینکه کلاس های آی پی ورژن 4 تفکیک شود، بین یکی دیگه تفاوت داشته باشن، از او خاطر آی پی ورژن 4 کلاس هایش به چندین کلاس یا چندین کاتگوری تقسیم کرده. چرا؟ به خاطر از اینکه مثلا کلاس A تعداد آی پی آدرسش زیاد است، کلاس B متوسط است و کلاس C تعداد آی پی آدرسی که در یک نتورک است کم است. از او خاطر اینا رو به چندین کاتگوری یا چندین کلاس تقسیم کرده. و دیگه هدف از اینو با یکی دیگه تفاوت دارن. مثلا کلاس D به خاطر مالتی کاست استفاده میشه، A B C به خاطر ارتباطات است، کلاس E ما اکسپریمنتال است، تستینگ است که از اون ما شما استفاده میکنیم. خب حالا سعی کنین کلاس IP ورژن 4 کلاس A از 0 الا 127 است، اما یا ولید نیست، ولیدش از 1
تا 126 است که میایم سر از این موضوع صحبت میکنیم. کلاس B از 192 است الا ببخشید ساری. کلاس C ما از 128 است تا 191. کلاس C ما از 192 است تا 223. ما به خاطر ارتباطات از اینی سه کلاس استفاده میکنیم. اینا یونیکاست است و به خاطر کمیونیکیشن از امیا استفاده میشه. یعنی ما و شما در کامپیوتر ما در دیوایس های مثل تلفن، پرینتر، سرور به خاطر ارتباطات گرفتن، کمیونیکیشن، دیتا سند، ریسیو از این سه کلاس یوز میکنیم. کلاس دی میاییم سر کدام کلاس؟ کلاس دی. کلاس دی یک کلاس بسیار جالب و کاربردی است، اما بر اپلیکیشن ها. سعی کنین مثلا ای به خاطر از 224 شروع میشه تا 239 است. و به خاطر چی است دوست عزیز؟ ملتیکست. ملتیکست چی رو میگه؟ ملتیکست اینمی است مثلا ما در حال حاضر همراه شما وصل استم و وقت ما یک دیتا رو روان میکنم به کلگی شما او رو ریسیف میکنه. اینمی در واقع ملتیکست است. به کلگی نمیره. ما مثلا در گروپ ما فکر کنین 50 نفر است. از یک نفر به 50 نفر سن میشه. تو نیست در کل دنیا سن چوا. این میره چی میگه؟ ملتیکست. و در واقع در بکگراند این می ویبکس ملتیکست کار شده. یک اپلیکیشن از خود ویبکس در این ملتیکست آی پی آدرس خریداری شده و دون مو ملتیکست گروپ ما و شما جاین میشیم. فکر کنین وقتی ما بر شما ریکوست روان میکنم شما که جاین میشین دون مو ملتیکست گروپ جاین شده میرین. باز این حال مکت بر شما تیچینگ میکنم درس میتونم سکرین خود شیر میکنم هر صحبت که میکنیم این میره دونمو گروپ سند میشه. دونمو گروپ هر کسی که بود دیتا رو چی میکنن؟ ریسیو میکنن. که ملتیکست مثلا نمی فکر کنین ما شما گروپ چت که جور میکنیم ملتیکست است. گروپ مثلا ویدیو کال جور میکنیم ملتیکست است. وایس کال جور میکنیم ملتیکست است. و همسال از اینا در بکگراند اپلیکیشن ها ملتیکست میشه. باز ما شما در پروگرام CCNP میریم ملتیکست خود ما یک گروپ ملتیکست جور میکنیم. من یک مثال بر شما بزنم دقت کنین. ما ایتو میگیم ما در یک نتورک مثال داریم به خاطر از یک خوب واضح شوه. در یک نتورک داریم تعداد 300 دانه دیوایس است. چند تا دیوایس است؟ 300 تا دیوایس است. برای ما و شما آی تی منیجر ما یا جنرال منیجر ما تو گفته ما میخواییم تاپ منیجرها یک گروپ ملتیکست داشته باشه که روزای شنبه اینا میخواین ویدیو کانفرانس بکنن و کل جلسه بگیرن یک هفته رو پلانش در روز شنبه شیر بکنن. از ما و شما میخواید که چی کنیم؟ یک گروپ ملتیکست کریت کنیم. باز ما و شما دینمی حالت که بخوایم گروپ ملتیکست کریت کنیم و تاپ منیجر ها بین یکی دیگه وایس کال یا ویدیو کال یا هرچی داشته باشن باید از کدام گروپ استفاده کنیم دوست عزیز؟ ملتیکست. یکی دیگه ای که شاید دوستا معلومات داشته باشن در بکگراند پروتکل OSPF مثلا EIGRP دیگه مثلا RIP IPI ملتیکست استفاده شده که باز ما و شما میریم OSPF EIGRP و RIP میخوانیم 224.0.0 مثلا 5.6.9.10 ای. و دیگه یک کلاس دیگه که ما و شما داریم کلاس ای است که اکسپریمنتال میگیم از 240 الا 255 است. ای کلاس به نام کلاس چی یاد میشه؟ اکسپریمنتال. اکسپریمنتال یعنی دقت کنین این کلاس دی ما خود آیانا در مورد از این زیاد معلومات نداده. شما میتونین در وبسایت آیانا برین کمپانی آیانا فقط گفته که ما ایره به دیوایس های نان کامپیوتر میتیم. نان کامپیوتر مثلا دیوایس های غیر از کامپیوتر. من مثال بر شما میزنم مثلا بر ناوگان های آمریکا است یا تریه تا جایی که من معلومات دارم مثلا بر سیستم تیاره هواپیما مانیتورینگش نظارتش ایگپا دیگه بر سیستم مثلا اتمی و هسته ای و ایگپا دستگاه کونا داره نان کامپیوتر مثلا دیگه زیر دریایی و ساتلایت و اینی موضوعات از این کلاس گفته استفاده میشه زیادتر. یعنی در دسترس مردم عام برای دیوایس های عام ما از این کلاس ها استفاده نمی کنیم. پس کلاس A, B, C سه کلاس است که ما شما استفاده میکنیم. میتونیم از این کلاس ها در کامپیوتر در انی دیوایس های خود بتیم. کلاس D برای جور کردن یک اپلیکیشن ملتیکست است، یک پروتکل ملتیکست است که باز ما شما در پروگرام های بعدی میخوانیم. کلاس ای دیگه ما شما هیچ امرو از او سر کار نداریم. فوکس ما شما کلن سر کلاس A, B, C است. خب ما اسکرین را کلیر میکنم میریم سر کلاس A و B و C گپ میزنیم. خب دوستو عزیز
یک ریویو شوه تست سر در کلاس A دو نتورکش ریزرف شده. هر نتورکی که با صفر شروع میشه این ریزرف شده. به خاطر چی ریزرف شده؟ یکی به خاطر دیفالت راوت. دوستا اگر معلومات داشته باشن دیفالت راوت که ما شما در CCNA کار میکنیم، شاید در پنتون خوانده باشیم که میگیم آی پی راوت به هر آی پی آدرس که میخوای بری، به هر سبنت ماسک که میخوای بری، مثلا برو از این اینترفیس خارج شو. این به نام چی میگن؟ دیفالت راوت. و دیگه یکی آی پی آدرس که با صفر شروع میشه به خاطر دی اچ سی پی است. دی اچ سی پی یا داینامیک هاست کانفیگریشن پروتکل، زمانی که یک کامپیوتر میخوای برو از دی اچ سی پی آی پی آدرس بگیره، ای میره میگه پیش در کل نتورک برودکاست میکنه، میگه هر کسی که دی اچ سی پی است بر ما آی پی آدرس بتین. هر کسی که دی اچ سی پی است بر ما آی پی آدرس بتین، باز ای چی میگه؟ آی پی آدرس خود از 0000 میگیره. یعنی پیش دی اچ سی پی میره میگه ما آی پی آدرسیم 000 است، سایک ما آی پی ندارم، بر ما تو چی که آی پی آدرس بته؟ ای کلاس 0 به ای خاطر استفاده میشه زیادتر. دیگه در کلاس A ما 127 داریم که مسئله لوبک است، و لوبک یکی از گپای خیلی مهم است. در اگزمای CCNA, CCNP, CCIE حتی سیکیوریتی در این موضوعات وقتی شما میرین در راوترهایی که در ورچوالایزیشن است، مثلا در GNS3, در پکیت تریسر، در EVE در این یازیاتر به این شکل یک راوتر کشیدگی است، یک بازت یک علامت LAN داره. اینی علامت علامت LAN است، یعنی کامپیوتر در اینجا وصل شدگی است. باز او در اصلیت لن نیست، او رو به خاطر از ای که زیاد جنجال نشه و فقط ما به خاطر تستینگ استفاده میکنیم، اینمی انترفیس های ما رو یک انترفیس لوپ بک جور میکنن. باز ما شما ایره کلن میاین در راوتر کار میکنیم. انترفیس لوپ بک خوبیتش به خاطر تستینگ است که ما شما تست میکنیم. ما یک مثال لوپ بک آمیانه برتان بزنم. شما وقت در اتاق خالی میرین، در مثلا مکتب یا یک کلاس خالی میرین، وقتی که صدا میکنین صدایتان انعکاس میکنه میره در کلاس یا در محیط میپیچه پس میه. اون رو ما شما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام لوپ بک. وقتی ما بخوایم یک کامپیوتر خود تست بکنیم که آیا امی تی سی پی آی پی یا پروتکلش کار میکنه نمیکنه، نتورکش جور است نیست، دیگه مثلا از لحاظ کانکتیویتی مشکل داره نداره، یکی از راه حلایش است که ما اینمی لوپ بک تست کنیم، پینگ کنیم. وقتی که لوپ بک پینگ میکنین اگر ریپلای داد به این معنی تی سی پی آی پی نتورکتان مشکل نداره، حتما مشکل در دیگه جا است. مثال دقت کنین، بعض وقتای تو پیش میه، مثال شما از کامپیوتر دیگر پینگ میکنه نمیشه، گوگل پینگ میکنه نمیشه، دیفالت گیتوی تان پینگ میکنه نمیشه، میگن باشه می کامپیوترم خودش جور است یعنی خودش کار میکنه یعنی پروتکل ریزیشن استال است یعنی، باز از چی استفاده میکنیم؟ میگن پینگ 127 دات انی آی پی که میتین، فرق نمیکنه. بعضیا میگن نی باید حتما 001 باشه، نه 127 دات هر آی پی دیگه که میتین، مقصد گفتم از 255 بالا نباشه. انتر کنین بر ما ریپلای. اینی که ریپلای میته به این معنی که تی سی پی آی پی ما درایور ما ساده بگویم انستال است، نتورک کانکتیویتی ما کار میکنه، مشکل در خود کامپیوتر با نیست، لوکال پرابلم ما شما نداریم. ای آی پی آدرس به نام چی یاد میکنه؟ ما شما لوپ بک. اینی دو دان آی پی از کلاس A کشیده شده، پس ولد آی پی آدرس کلاس A از چند است؟ یوزیبلش از 1 تا 126 است. در اگزما زیادتر میایم میگه که ولد آی پی کلاس A چند است، شما میگین از 1 تا 126. کلاس B ما کدام ریزرویشن نداریم، از 128 تا 191 گفتیم مو است. کلاس C ما هم از 192 تا 223 است، که سر از این موضوعات ما شما چی کردیم؟ صحبت کردیم. این ریزرویشنش بود، فقط ما بر شما تشریح کردم. خواه میریم دیگه در قسمت کلاس A و B و C ما رو از لحاظ نتورک و هاست بر شما تشریح کنم که مهمه میجاست. تا ایره تشریح نکدیم باز راوتر هم مفهومش رو نمیفهمین، هرچند شاید بسیاری از دوستای ما میال بفهم راوتر چی است. خب بازم دقت کنین دوستا، کلاس A، کلاس A چند تا خانش نتورک است؟ یک خانش نتورک است، سه خانش هاست است. کلاس B خوب دقت کنین، دو خانش نتورک است، دو خانش چی است؟ هاست است. کلاس C سه خانش نتورک است، سه خانش نتورک است، یک خانش هاست است. N یعنی نتورک، که نتورک ها باید بین کامپیوتر ها بین دیوایس ها سیم باشه. H یعنی هاست، هاست باید بین کامپیوتر ها بین دیوایس های ما و شما چی باشه؟ دیفرنت باشه. یعنی چی؟ یعنی اینا دقت کنین. خب ای به این معنی
نتورک ها استفاوتش ده چیست؟ نتورک ها استفاوتش ده ایست. ما مثلا اینجا یک دانه کلاس است، اینجا دیگه کلاس است. شما فکر کنین، این یک دانه کلاس است، کلاس A کلاس است تا کلاس B. از یکی دیگه کاملا جدا است، بینشان دیوار است و غیره. اینی کامپیوتر است، میزا است و چوکی است که شاگردا دهش میشینن. خوب دقت کنین. خب من مثال های وطنی بزنم شما میفهمین. استازم تحت فریش شده بسیار ببخشیم. خواهش میکنم، خیر گپ نیست. من این آل برتن یک دفعه سینکرونایز میکنم شا. به خاطر از اینکه کامپیوترهای ما و شما بین یکی دیگر ارتباط بگیرن، ما باید است که مسئله نتورک و هاست را مد نظر بگیریم. اینال یعنی چطوری؟ اگر شما بخواین مثلا اینی نفر نامش احمد است، روبرویش یک همسین فی دیگهش است مثلا نامش اجمل است، چون اینا در یک کلاس هستن، در یک نتورک هستن، میتونن یکی دیگر ببینن، یکی دیگر ببینن روبرو، فیس تو فیس ببینن، صدای یکی دیگر بشنون، ارتباط برقرار کنن، مثلا سوال هر چی که داره میتونن بین یکی دیگر شریک بسازن و کل کسایی که دمی کلاس است به می شکل است، بین یکی دیگر میتونن صدای یکی دیگر بشنون، ارتباط برقرار کنن، با یکی دیگر صحبت کنن و یکی دیگر ببینن. چرا؟ چون دک نتورک دک کلاس است. دک کلاس منظورم دک صنف است. ولی اینی احمد که است که مثلا در یک صنف است، میتونه همراه یک نفر دیگه در این نتورک در او کلاس ارتباط برقرار کنه؟ نه. چرا؟ چون اول یکی دیگر دیده نمیتونن، دوم یک از لحاظ صنفی او در دیگه صنف است، ای در دیگه صنف است و دیگه موضوعی که صدا یکی دیگر نمیشنون، ارتباط برقرار کرده نمیتونن. اینجا هم عینی گپ است. وقت شما دو دانه کامپیوتر آی پی میتین، باید اینی موضوعات دقت کنه. مثلا چطوری؟ فکر کنین این یک کامپیوتر است، این دو کامپیوتر، یا دو کامپیوتر یا بیشتر از دو کامپیوتر. ما یک دانی از این آی پی آدرس میتیم، مثال 150.85.73.11. دیگه از این آی پی آدرس میتیم 151.86.74.12. آیا اینا ارتباط میگیرن یا نمیگیرن؟ نه خیر نه. چرا ارتباط نمیگیرن؟ به خاطر از این ارتباط نمیگیرن که اینی در کلاس A خانه اول ازی باید با خانه اول ازی یک چیز باشه. آیا خانه اول ازی یا آکتت اول ازی با آکتت اول ازی یک چیز است؟ نیست. 150 و 151 است. پس این می دو دانه کامپیوتر تمام چیزش که جور باشه، آی پیش، کیبلش، ویندوزش، کل کپایش ارتباط برقرار نمی کنه. چرا؟ فکر کن اینی کامپیوتر، من یک مثال بزنم، در این صنف است، این کامپیوتر در این صنف است. از لحاظ نتورکی دوتا تفاوت داره. پس چی کار کنیم که ارتباط داشته باشه؟ یا 150 را 151 جور کنیم، یا 151 150. بعد اینی خانهش یک چی بسن. مثلا من 150 میکنم. اینال دوتا ارتباط میگیره. چرا؟ چون فکر کن اینالتو شد که هر دوی ازیاد یک کلاس است. فقط چوکیاش مختلف است. 86 74 12 85 73 11 مهم نیست. مثلا دگاهش هم که یک چیز باشه، یکی از اینی هاستا متفاوت باشه، مشکل نداره. من یک مثال دگام کار میکنم، یک کامپیوتر ما، سی دگه کامپیوتر ما میخوایم با این شان ارتباط بگیر، از کلاس آی پی آدرس میتیم. چرا خم بعد آی پی آدرس بتیم؟ فرق نمیکنه هر آی پی که میتیم. سال ما میتیم 85 73 11.2 یا پابلک یا پرایویت. ایره باید چند بتیم که کم رایزی مش کنه؟ باید خانه اولش یک چیز باشه، 85.73. فرمان میکنه دیگهش میتونه 11.3 باشه. بین از این سه دانه هاستش یکیش هم که متفاوت باشه مشکل نداره. مثل اینجا اینا لینی دوتا ارتباط برقرار میکنه. اما من مثال برتون میگم، اگه اینی 185 باشه، 85 ارتباط برقرار نمیکنه. چرا؟ چون خانه نتورکش باید با یکی دیگه باید چی باشن؟ سیم باشه، یکسان باشه. خب ESC دقت کنین، کلاس B رو براتون تشریح کنم. باز میایم سر تفاوت ها از یا صحبت میکنیم. ما
ما فعلا سر کلاس A صحبت میکنیم، هنوز سر کلاس B نرفتیم. 150 که شد باز کلاس B میشه، خب 85 کلاس A است. 85 کلاس A است، باید دو دیگر هم 85 کنیم. اگر بخوایم کلاس B شد باید هر دویش. این حال میایم سر کلاس B. کلاس B گفتیم باید دو خانش نتورک باشه، یک خانش چی باشه؟ هاست باشه. یعنی چی؟ کوشش کنین اینی بخشا رو پیش خود زیاد پرکتیس کنین. از دلتان آی پی بتین، باز بگوین خواه این حال چطوری ما اگه آی پی دیگه بتیم که دهی مچ بکنه. مثال، ما از امو دل ما آی پی ادرس میتونم، مثلا آی پی ادرس میتونم 137.91.215.218. ای کدام کلاس میشه دوست عزیز؟ کلاس بی. از 128 به بالا کلاس بی است. خب کلاس بی قانونش چیست؟ میریم این حال سر قانونش بسیار آسان است. خب کلاس بی قانونش چیست؟ که دو خانش باید مساوی باشه. سیس این حال میریم 137 داد 91، دو خانه دیگهش فرق نمیکنه، یکیش هم متفاوت باشه سیس 215 219 مشکل نداره. یا اینی رو میتونین 216 بکنین، ایش 218 باشه مشکل نیست. از امو خانه هست یکیش متفاوت باشه سیس. دیگه مثال، دیگه مثال اینی یک دانه کمپیوتر ما است، این دو تا کمپیوتر ما است. ما میخوایم اینا رو در سویچ وصل کنیم، از طریق از اینا یکی دیگه شون ارتباط بگیره، عرصه شون ارتباط بگیره. خب چه رقم آی پی آدرس بتیم؟ ایتا آی پی آدرس میتیم که اینی رو مثال ما شما میتیم 172 دات مثلا 50.63 دات 1، اینو میتیم 172 دات 50 دات فرق نمیکنه، گفتم یک از اینی خانهاش باید متفاوت باشه 82 82 و ایشه میتیم 172 دات 50 دات 91 دات 93. مشکل نداره، از اینی دوتا یکیش متفاوت بودم سیس. اینی ها هر سه کمپیوتر ما بین یکی دیگه ارتباط برقرار میکنه. چرا؟ دلیلش ایست که هر سهشون از یک نتورک هستن. دیگه ای از ای کلاس بی ما. میریم سر کلاس سی، باز ما یک دفعه اوورویو برتون عرصهش کار میکنم. کلاس سی دوست عزیز زیاد کار بردیست، بخصوصا بر خانه ها، بر دفاتر خورد. زیادتر کسا رو ما دیدیم با کلاس سی آشنایی دارن و میفهمن، بخصوصا پرایویتش که 192.168 است. کلاس سی ما و شما باید سه خانش یا سه اکتت اولش یکسان باشه. نتورک نتورک هاست. خب یعنی چطوری؟ یعنی که اینجا یک دانه کمپیوتر داریم، مثلا این در سویچ وصل نکنیم، اینجا دیگه کمپیوتر داریم، اینجا دیگه کمپیوتر. ما میخوایم عرصه از یه ارتباط بگیریم، فرق نمیکنه هر آی پی آدرس میتین 200.53.19.75. سه خانش باید از یه سه خانش 200.53.19، اینی خانش هرچی که بود 76، اینا مثلا 200.53.19. چند میتیم؟ 70 مثلا 8. در کلاس سی سه خانش، در کلاس بی دو خانش، در کلاس ای چند خانش؟ یک اکتتش یا یک خانش. سعی کنید دیگه دمیج مثال دیگه بتم. اینی یک دونه کمپیوتر است، اینی دیگه کمپیوتر. ما میخوایم یا از کلاس سی بین یکی دیگه ارتباط داشته باشن، ولی با یا ارتباط نداشته باشه. میگیم 190 ببخشید 192 مثلا 2 دات 74 دات 93 دات 63. 192 74 93 63 سه خانش. بعد اینا مزمو 192 دات چند دستک 74 دات 93 دات 64. اینا لینوی کمپیوترهایی که رنگ سرخ داره فقط بین یکی دیگه ارتباط برقرار میکنه، با کمپیوترهایی که رنگ سیاه اینجا داره ارتباط برقرار نمیکنه. چرا؟ چون سه خانه ازی با سه خانه ازو مساوی هستک، سیم است؟ نه. پس کمپیوترهای سیاه دست، در حالی که دک سویچ دک لن است بین یکی دیگه، با کمپیوترهایی که رنگ سرخ داره که آی پی ادرسش متفاوت است ارتباط برقرار نمیکنه. چرا؟ چون از لحاظ نتورک متفاوت است. این حال مگ دانه مثال عمومی برتان میزنم. ما یک تا سویچ داریم، یک تا کمپیوتر، ای دو تا کمپیوتر، ای سه تا کمپیوتر، ای هم چهار تا کمپیوتر، ای پنج تا کمپیوتر و ای چند تا کمپیوتر؟ شش تا کمپیوتر. ما میخوایم آی پی آدرس بدیم. ما تو آی پی آدرس میتونیم بگیم اینی باشه 192 168 97 44.
ایره میتیم 192 169 98 45. ای کم بیتر دیگه خود تایپی آدرس میتیم. میگیم 185 63 12 13 186 63 12 14. دیگه کامپیوتر خود آی پی آدرس میتیم ای دوتاره. میگیم باشه مثال چند. ایره میگیم باشه 10.100.200.1. ایره میگیم باشه 10.100.200.50.5. این حال کدام از یا کتیه که دیگه ارتباط برقرار میکنن؟ در حال حاضر، در حال حاضر فعلا در صورت که ما شما آی پی آدرس هم دادیم، شما اگه میخواین این نیگه پار خوبتر یاد بگیرین دیگه کار نه، فقط این متو به این شکل از دل خود آی پی آدرس بتین باز ببین کدامش ارتباط برقرار میکنه. خب به خاطر از اینکه بفهمیم بسیار آسان است. خب اول میریم سر رنگ آبی. رنگ آبی از کدام کلاس است؟ کلاس A. کلاس A قانونش چی بود؟ باید یک خانش مساوی باشه. ده با ده مساوی است. سیس. این دو تا بین یکی دیگه ارتباط برقرار میکنه. مشکل نداره. ولی با این دیگه ارتباط برقرار میکنه؟ نه. چرا؟ چون این کلاس A است، اینا کلاس B، این دیگهش کلاس C است. دیفرن نتورک در صورتی که دک سویچ اون باشه ارتباط برقرار نمیکنه. دیفرن نتورک چی که بیخی اینجا دیفرن کلاس هستن. میایم سر رنگ سرخ ما که کلاس B است که کامپیوتر آی پی دادیم. در کلاس B باید دو خانش یکسان باشه. 186 163 185 163 ارتباط برقرار نمی چرا نمیکنه؟ به خاطر از این ارتباط برقرار نمیکنه که بعد این اینج 180 چند شوه 5 شوه یا 185 ما شما بریم 180 چند کنیم 6 بکنیم و در آخر کلاس C ما 192 و 192 اینج ارتباط برقرار نمیکنه. چرا؟ چون هر سه خانه از اینا یا هر سه آکتت از اینا با یکی دیگه مشترک نیست. باید است هر سه از اینا بین یکی دیگه چی باشن؟ سیم باشه. خب من یک دفعه بر شما اسکرین را استاپ میکنم، دوباره شیر میکنم. راوتر نقشش دیست. راوتر میگیم وظیفهش دیست که ساده برتان میسازم. کنکت میکنه دیفرنت نتورک را. راوتر وظیفهش ایست که دیفرنت نتورک را. فریز مانده است بود. خواهش میکنم. خیر. میگم راوتر وظیفهش ایست که بر شما دیفرنت نتورک ها را وصل میکنه، ارتباط میده و کنکتیویتی بین دو لان بر شما ایجاد میکنه. مثلا چطوری دوستا؟ مثلا شما در حال حاضر یک دان راوتر داریم در اینجا. ای طرفش یک لن، ای طرفش دیگه لن. اینجا مثال یک آی پی آدرس داریم 192 168.50.0. 50.0 به این مانا که اینمی از 50.1 گرفته شده تا با 255 بالا میره. و اینجا یک آی پی آدرس داریم 192 168.چند دات 51 دات 0 که به می شکل ادامه داره، یا 51 یا 52 یا هر چیز دیگه فرق نمیکنه. اینا اینی دو دانه نتورک با که دیگه اگر راوتر نباشه و ما شما سویچ به سویچ وصل بکنیم ارتباط نمیگیره. چرا ارتباط نمیگیره با این یکی دیگه؟ دلیلش این است که دیفرنت نتورک است. درست است یا کلاسیسیس یا کلاسیسیس، اما سه خانه ازی با سه خانه ازی سیم نیست، یکسان نیست. اینا اگر ما شما اگر در نتورک دیگه داشته باشیم اینجا کلاس B باشه، مثال 185.63.91.90.0 که میگیم یعنی اینمی از اینجا دیگه گرفته تا هرچخ که پیش میره و یا ما صفر گرفته تا هرچخ که پیش میره، این کلاس B است. در این صورت باز ما شما راوتر نیاز داریم. چرا راوتر نیاز داریم؟ چون این دو دانه کلاس C است، یعنی کدام کلاس است؟ کلاس B است. بدون راوتر دیفرنت کلاس دیفرنت نتورک ارتباط برقرار نمیکنه. مثلا ما اگر نتورک دیگه اینجا داریم 10 است، 10 داد مثلا 100 داد 200 داد 0، یعنی ای که اینیا دیگه پیش میره تا هر چقدر تا 255 را. در این حالت راوتر نیاز است. دیگه چرا راوتر نیاز داریم؟ به خاطر از اینکه در دنیای اینترنتی دوستا همیشان میفهمن در دنیای اینترنتی ما یک نتورک، دو نتورک، سه نتورک نداریم، بلکه
بیلیون ها نتورک داریم و از خیلی دیفرنت کلاس های مختلف است، کلاس A, B, C و دیفرنت نتورک ها. پس در این صورت نمیشه ما را اینترنت بیاریم مستقیم در چی وصل کنیم؟ سویچ. بعد اینترنت در کجا وصل کنیم دوست عزیز ما و شما؟ بعد در راوتر وصل کنیم. و راوتر چی کار میکنه؟ راوتر اینمی وظیفش است که دیفرنت نتورک ها را بر یکی دیگهشون چی کنن؟ ارتباط بتن. دیفرنت نتورک ها را بین یکی دیگهشون وصل بکنن. ما یک مثال دیگه هم بر شما کار میکنم. مثال ما یک دانه سویچ در اینجا داریم با کمپیوترهایش هر چقدر که هستن. تمام کمپیوترهای زیر از کلاس ای آی پی آدرس دادیم. مثلا چند آی پی آدرس دادیم؟ مثلا 20.c.50.0 به می شکل ادامه داره. دیگه میاییم در راوتر. خب باشین من راوتر پاک کنم یک دفعه. اول ما یک دفعه براتون تشریح کنم باز بعدش. خب میاییم یک دانه سویچ دیگه در اینجا میمانیم، کمپیوترهایش رو وصل میکنیم در اینجا تمام گپ های کس. این آی پی آدرس رو میتیم مثلا 150.93.73.0 تا هر جایی که میره. دیگه آی پی آدرس داریم اینجا، کمپیوترهایی که در اینجا وصل است چی میگیم؟ میگیم مثلا 100.235.85.0 تا هر جایی که میره. اگر ما بگیرم اینی سویچ ها رو بین یکی دیگهشان وصل بکنم، ارتباط برقرار نمیشه. چرا ارتباط برقرار نمیشه دوست عزیز؟ دلیلش هی است که اینیا از دیفرنت کلاس است، از دیفرنت نتورک است، هم کلاسشان مختلف است هم نتورکش. پس در این صورت بعد ما شما بین از اینا چی بمانیم؟ بعد راوتر بمانیم. و به خاطر از این راوتر ها میمانیم، یک دلیل دیگهشی است که وقتی ما میخواییم در اینترنت وصل کنیم راوتر باید باشه. چرا؟ چون راوتر قابلیت تزیر داره که با بیلیون ها یوزر که در دنیا اینترنتی است، اینوی نتورک های ما شما را بین یکی دیگهشان چی کنن؟ ارتباط بتن و بین یکی دیگهشان وصل بکنن. انشالله که فهمیدین تا اینجا چطوری شد. ایناله ما میرم برای شما یک کار دیگه که میکنم. میریم اینال خود راوترها را میبینیم که چطوری هستن و راوترها استاد ببخشید. اینال دقت کنین دوستا، ای خب پیکچر راوتر بود که براتون نشان دادم چطوری میشه و چی گپا داره. حالا ما و شما میریم سر خود راوتر فیزیکال نشان میتون، باز اینجا میایم سر از این موضوع صحبت میکنیم. خب ما کامرا را برای شما دیسپلی بتم. خب دوستا عزیز دقت کنین که میم اول از یک مدل راوتر است که از امی شروع میکنیم. مشهور هم است، در کمپانی ها زیادتر از ای استفاده میکنن. در اینجا به نام راوتر 1900 سریز ما ایر مشهور است میگیم. دیگه اینی راوتر هک است، میره بر شما در اینجا بانم. اولین تفاوت که بین راوتر و سویچ ها رو ما معمولا برتان بگویم، یکی خب ما و شما در داخل راوتر میریم از طریق کانسول باز میبینیم که داخلش کانفیگریشن چی است. و یکی شما باز بخیر CCNA رو خواندین، CNP را راوتر ها رو میفهمین، سریزایش میشناسین، نامایش میشناسین، ASR راوتر است، مثلا راوتر های سویچ های نکسس ها سیگپا بازی ها رو ما و شما معرفی میشیم. کلن امی که ببینین دفتن میفهمین راوتر است. ولی یک چیزی که ما بر شما بگویم، سویچ پورت پیشرویش زیاد است. مثلا شما میبینین اینیا سویچ است، کلن پورت پیشروی چقدر زیاد است. و راوتر معمولا در پیشروی خود پورت نداره. سویچ پیشروی خود پورت داره، این راوتر شما میبینین پیشروی خود هیچ پورت نداره. راوتر مکمل پورتایش پشت سرش است. دیگه تفاوت بین راوتر و سویچ ده چی است دوستا؟ راوتر پورتش معمولا کم میه، محدود میه، ولی قابلیت ازیر داره که اکستند شوه. اینجا مزیج تشریح میکنم، یعنی پاور کیبل است که شما میتونین پاور کیبل ده ای وصل بکنین. برق باز روشن خاموش داره، سویچ دگمه روشن خاموش نداره، معمولا فریز که بزنیم دفتن روشن میشه و تنیز به اصطلاح ما و شما. دیگه میایم ده ای طرف، اینجا یک دانه پورت داریم به نام اگزلری نوشته است، AUX اگزلری. پایین اینی کانسول است، این مینی کانسول است، بسیار خورتر اگر مثل چارجر رو است. و این کانسول قدیمی ما یا لگیسی کانسول است.
این هر سه پورت اگزیلری کانسول و مینی کانسول هر سهشان به خاطر کانفیگر است. یعنی وقت ما شما بخوایم یار کانفیگر کنیم از این می پورت ها کانفیگر میکنیم. که ما در این ویدیو باز بر شما نشان میتونم که کانسول چطوری دی کنک کنیم و این گپا. دیگه این یک دانه پورت گیگابت ایدرنت است، این دیگه پورت گیگابت ایدرنت است. وقتی ما بخوایم ارتباطات تعیین کنیم، دو تا سویچ مختلف رو بین یکی دیگه وصل کنیم یا سه تا یا نتورک های مختلف را، از کدام استفاده میکنیم؟ از اینمی پورت ها استفاده میکنیم، از گیگ ایدرنت. از یا میگیریم در سویچ وصل میکنیم. باز ما گفتم یک روز برای شما، ما فعلا هر دیوایس رو جدا جدا تشریح میکنم، باز یک روز بر کل دوستا یک دیاگرام میکشم، اونمو دیاگرام رو براتون در اینجا دانه به دانه نشان میتونم، کنکتیویتی شه کل گپایشه. باز براتون میگم ایده ای تو وصل شد، دی وصل شد، دی وصل شد، اینال ماد از کانسول چطوری میریم به این شکل. اینی دو دانه پورت که در اینجا میبینین که یو اس بی است، پورت های یو اس بی به خاطر عزیز دوستا که ما شما در یا آی او اس اپلود کنیم، لایسنس بندازیم، آی او اس خود بکاپ بگیریم و این موضوعات. اینال میریم سر از این بخش. راوتر ما دو دانه پورت داشتیم دیدین، ولی پورت دیگه ما مثلا کمبوتی میکنیم، میخوایم دیگه پورت اضافه کنیم، دیگه پورت اضافه کنیم. اینی سلات های خالی رو که در اینجا میبینین یا سلات های خالی است. سلات خالی به این مانا که شما اگر یک وقت میخواین راوتر تان پورت زیاد شوه، میتونین این سلات های خالی رو بکشین، به جای از این سلات های خالی پورت اضافه کنین. دو تا پورت، چهار تا پورت میتونین در اینجا اضافه کنین در هر سلات از اینا. از او خاطر راوتر که از قابلیت اکستند شدن نداره، یعنی میشه پورتاش اکستند شوه، ولی سویچ ما قابلیت اکستند شدن را نداره. خب میاییم ما شما سر راوترهای دیگه صحبت میکنیم. دوستو عزیز، پیش روی ازی راوتر را هم براتون نشان میتونم. این فعلا پشت سرش است. شما میبینین اینی هم پورتایش پورتا است که به خاطر ارتباطات استفاده میشه، ولی این مشکلش در چی است؟ یعنی کل پورتا مشکل نه، تفاوتی که داره اینا فست ایدرنت است. فست ایدرنت سرعتش 120، اگر دوستو یادشان مانده باشه فست ایدرنت 120، گیگ ایدرنت چند ایم بی بود؟ 1000 MB. این دو دانه فست ایدرنت داره. اینی هم خالی بود، یعنی راوتر بالایی را که میبینین این سلاتش خالی است، یعنی کلن سلات های خالی. اینی سلات ها رو ما پر کردیم، خود ما سریال پورت اضافه کردیم. سریال پورت میتونین از اینی سریال به این سریال، از این سریال به این سریال، به این سریال ارتباط بتین که پورت های سریال ما پورت های نسبتا قدیمی و مدرن داره که ما کیبل ها از این داریم. باز شما در پروگرام CCNA باید بفهمین که سریال چطوری ارتباط برقرار میکنه. شاید اگر شنیده باشین، در پنتون خوانده باشین سریال کلاک ریت ده یا چطوری ما شما تعیین کنیم. دیگه پروتکلایی داریم که در سریال است، مثل پاپ و چپ کار میشه، HDLC کار میشه، دیگه اینی موضوعات. اینی سلات های کیسون میبینین خالیس، یار ما هنوز پر نکدیم، مثلا وقت ضرورت باز میشه ما یاره مثل از یا سریال یا ایدرنت یا فستی درنت این چیزا بندازیم. و اینی کیبل را که فعلا شما میبینین، این کیبل سریال است. از این کیبل در افغانستان خیلی کم پیداست، ما خود ما میره از خارج آوردیم، از ایندیا آوردیم. دیگه این سریال های مدرن است، مدرن سریال. دیگه اگر کم سریال ها داریم اونا رو به نام دی بی 60 یاد بکنن. دی بی 60 سریال های قدیمی است، از او ما داریم. اینیا دی بی 60 است. میبینین این مثل همی وی جی وره است، سوزنک سوزنک زیاد داره و این مشکلشی سرعتش پایین است، سوزنک هایش که میده شوه دیگه کار نمیکنه بر ما و شما، ارتباطات صحیح تعیین کردن نمیتونن. از او خاطر دیگه ای سریال مدرن ما و شما هستک، مثل HDMI. HDMI خوبیتش ایست ساوند میره، تصویر میره، شفاف است ایگه پا. و وقتی که ما بخواییم ایره وصل بکنیم، اگه مثال شو برتان کار میکنم، اگزمپل ما میگم از اینی پورت سریال ما وصل میکنم در راوتر دیگه ما، باشین ما این دوتا رو جدا بسازم. باز ما و شما خیلی گپا داریم، بخیر میره میخوانیم که چی هستک، ملتی لینک پوینت تو پوینت پروتکل چطوری کار میشه. مثلا از این دی راوتر وصل کردیم، اینال میخوایم از این راوتر بالایی وصل کنیم سریال. باز به این شکل، باز ما شکل سریال که در دیاگرام چطوری میشه برتان میکشم. شاید دیده باشین یک خط سرخ شکستگه کس در پکیت تریسر، اونمو در واقعی چی است؟ سریال است. ما شما به شکل سریال رو وصل میکنیم. خواه باشین اینال ما شما این دو دانه رسی وصل کردیم، از سریال وصل کردیم. کیبل سریال ما شد، پورتای شد و همچنان فهمیدیم سلات های خالی در اینجا چی نقش داره. دیگه ای راوتر ما باز پیشرویش کست، اگر شد پیشرویش باشین برتانشان بتونم، دیوائس های کمک زیاد است.
ای پیش روی راوتر مو شماست. میبینین اولا پورت مثل سویچ زیاد نداره، برقش است، پاور کیبلان دیجا وصل میشه، روشن خاموش میکنیم. دیگه این منبع برقی دیگه است که از این کس قدر استفاده نمیکنه فعلا، یک تایش فقط داره. دیگه کانسول آگزیلری، کانسول آگزیلری، کانسول آگزیلری تا آخر میبینیم داره که ما بتانیم هم از طریق کانسول هم آگزیلری کمکی پورت ماست چی کنیم بیاره کانفیگر کنیم. دیگه پورتای یو اس پی است، پورتای یو اس پی لایسنس دیگه پا مندازیم. یعنی فلششان است. فلش در واقع اینجا نقش چی رو داره؟ فلش نقش هارد دیسک داره. یعنی میبینین کشیده میشه. فلش خوبیتش دی است، مثلا ما شما مثل هارد دیسک، هارد دیسک کامپیوتر ما دیش ویندوز انستال میکنیم، دیش دیتا مندازیم میگه پا، یا هم کسب میشه کلاس سایزهای مختلف داره، میتونین کم زیاد بکنین. دیگه این راوتر ما پیش روی شد، پر سر شبرتون تشریح کردم و گفتم که ول سریال چی است و شما کل موضوعات را فهمیدین. آل میاییم دوباره در داخل کمپیوتر ما میریم و میگیم که چی گپا و چی موضوعات ما شما داریم. خواه این بو راوترهایی را که برتان نشان دادم اگر دوستا ببینن، اینجا ما و شما مورا داریم، ولی اینی راوتر که سمت راست تصویر ما است، این راوترهای مدلش نسبتا بالاتر است، ایسار میگن این راوترها را. دیگه تفاوت از اینا است که اینا پورتای فایبر داره، سلاتش میشه اکستند شوه و خیلی خصوصیت ها آیویس از یا مدرن است، چندین پاور سپلای دارن. دیگه خصوصیت های زیاد است، میتونه دیتای خیلی زیاد را ترانسفر بکنیم از طریق از اینا بین یکی دیگه شون، دیتا کمیونیکیشنش ترانسفرش فست باشه. خب این حال ما شما باز یک بریک دیگه میگیریم، باز میریم سر موضوعات دیگه صحبت میکنیم. سعی کنین تفاوت بین آکس و کانسول را و مینی کانسول را ما شما هرچند پیش بره میخوانیم، به خاطر از اینکه من فعلا راوتر تشریح کنم فقط، ولی اینجا براتون تشریح میکنم بازم. آکس یعنی آگزیلری. آگزیلری در گذشته یک میتود خاص داشت، مثلا ما شما یک سیستم نتورک داریم برنامه، اگر یادتان باشه برنامه دایل اپ میگن، دی اس ال میگن، ما شما داریم از پورت آگزیلری ما شما میتونستیم در سیستم نتورک دایل اپ یا دی اس ال در مودم وصل کنیم و مودم ما شما هر کدامش یک نمبر داره و این میرفت به دنیای اینترنتی. خوبیت آگزیلری چی بود؟ که ما میتونستیم مثل تلنت اس اس جیگاپا هر وقت اینی راوتر خود اکسس داشته باشیم بدون رای اصلی. فکر کنین اینی رای اصلی نتورک ماست که آمده در سویچ وصل شده و به کمپیوتر وصل شده و ای غیره. این مثل یک رای بکاپ وره هستک. و دیگه خوبیت چیز، اگر ما شما در گذشته از تلنت و اس اس اچ استفاده میکردیم، امکان داشت یک وقت راوتر ما ریسیت میشد، ارتباط قطع میشد، دیگه پا باز ما شما نمیتونستیم باز او از سیستم نتورک دایل اپ و دی اس ال استفاده میکنن، هر وقت از آگزیلری کنک میشد. ولی آل استفاده آگزیلری کم شده، یکی استفادهش مثل سابق نمانده. آگزیلری با کانسول آل یک کار دگام میشه بکنیم. فکر کن ما آگزیلری داریم، کانسول داریم، مینی کانسول، سه کانفیگریشن. بعض وقتا در نتورک هر چنی کار نمیشه، ولی من مثال برتون میگم. بعض وقتا در نتورک ما در این زمان میخوایم کانفیگر کنم، مثلا احمد یک دوست ما است میخوای کانفیگر کنه، مثلا دیگه دوست ما است مثلا در می گروپ به نام جاوید است میخوایم عرصه ما کانفیگر کنیم. ما میخوایم اینی راوتر را بخش راوتینگ و سویچینگ و ارتباطات سجور کنم، ما از کانسول داخل میشم. مثلا احمد مسئول بخش امنیت شبکه است، او از آکسلری داخل میشه. دیگه دوست ما که به نام جاوید گفته، مثلا او وظیفش وایس اوور آی پی تلفن ها، او میتونه از مینی کانسول داخل شه. ای یک مثالش. ولی ما و شما راوتر کانسول آگزیلری مینی کانسول به این خاطر استفاده میکنیم بر معمولا بر بارهای اول فور دی فرست تایم اینی گپا. چرا؟ چون ما بر بار اول که داخل میشیم آی پی نداریم در راوتر خود، اینترنت نداریم، بعد از طریق کانسول یا رو کانفیگر کنیم، باز بعد از او پروتکل تلنت اس اس اچ فعال کردیم، دیگه میبریم راوتر خود در رک میمونیم در سرور روم خود ما، از دفتر خود، از خانه خود، از هر جایی میتونیم آی پی راوتر بزنیم، تلنت چیم اس اس اچ. از او خاطر فعلا استفاده آگزیلری و کانسول مینی کانسول نسبتا کم شده. چرا؟ چون ما و شما هر دقیقه کانسول نمیزنیم. فکر کنین مگ مثال برتون بگم، ما راوتر میبریم در منزل ششم در رک بسته میکنیم، رک هم در چت است. اینا اگر بخوایم کانسول کیبل هر دقیقه دو وصل کنیم، باید زینه ببریم، کانسول ببریم، کامپیوتر ببریم، در داله زینه بانیم، خیلی جنجال میشه. از او خاطر دفعه اول که راوتر خود کانفیگر کنیم، تلنت سی سی فعال میکنیم، باز بعد از او مکمل میتونیم تلنت سی سی چه.
و آگزول و کانسول، آگزولری کانسول و مینی کانسول، این در این زمان میشه از هر سه از اینا داخل شویم، سه شخص باشه دیفرنت کار بکنه، وایس، راوتینگ، سویچینگ، سیکیوریتی. و آگزولری رو هم خب بر شما تشریحش گفتم که چی تفاوت داره. دوستان ای دوست ما پرسان کرد، گفت که مثال ما شما سریال به سریال که وصل میکنیم، خب سریال کیبلش کوتاه است، ای چطور میتونه مثلا زوم بایت که در کارتیسی است با پنتون کابل وصل بکنه، کابل یونیورسیتی؟ خوب سوال است. ای باز بر میگرده به درس های وان ما، ما در دیاگرام تو سریال رو بینی، اینی که علامت نشان دهنده کیبل سریال است، اما در ریال ورد یه تو نمیشه. اینی راوتر ما کیبل سریالش میایه با یک مودم که معمولا به نام CSU DSU میگن، باز از CSU DSU ای میایه در کیبل ایدرنت تبدیل میشه، یا در کیبل سی تبدیل میشه، یا در کیبل فایبر نوری، یا دیتای ما بیخی میاد در وایرلس تبدیل میشه. باز ای فکر کن فایبر میتونه تا 200 کیلومتر 180 کیلومتر دیتا روان کنه، از اینجا در اونجا 2 کیلومتر هم نمیاد. این میره به این شکل، باز در اونجا در پنتون کابل دمی مودم سی اس یو دی اس یو میخوره، باز در سی اس یو دی اس یو کامدک، باز ای میاید در کیبل ما در سریال به این شکل وصل میشه. ولی ما در دیاگرام اگر بخوایم مقه گپه بکشیم ای 3 ساعت وقت میگیره، از او خاطر معمولا در دیاگرام ما به این شکل میکشیم، یعنی سریال تو سریال مستقیم وصل شده. خب نقش داره راوتر ما که فلشش رو بکشیم در فلش دیگه بندازیم، این چندین گپ داره. اولا هر فلش، هر آی او اس در مدل راوتر بستگی داره، در پلتفرم راوتر بسته. مثلا تو نمیشه ما از راوتر بکشیم در راوتر دیگه بندازیم، چرا؟ چون هر آی او اس با بستگی به راوتر خاص خود داره. اینی گپا رو باید ما مد نظر بگیریم. اگر مثلا سیم راوتر باشه، سیم مدل باشه، کل گپاش کم بندازیم، کانفیگریشن نیاز نداره، کار میکنه بر شما دیگه، یعنی کانفیگریشنش اوکی است، نرمال پیش میره، مشکل هم بر شما نداره. ولی که اگر فلش از یک راوتر باشه شما بگیرین بخواین نور در یک راوتر مدل بالا، پلتفرمش، آی او اسش کلا دیفرنت باشه، بازو کار نمیکنه بر شما. دوستای عزیز، همه تو که گفتیم ما شما در کامپیوتر خود ویندوز نیاز داریم، در داخل راوتر در واقع باز ما شما میریم داخل راوتر، ما ضرورت به آی او اس داریم. خود دوستا آی او اس مخفف چی است؟ انتر نتورک آپریتینگ سیستم. انتر نتورک آپریتینگ سیستم اینمی آپریتینگ سیستمی که در داخل راوتر و سویچ های ما و شماست، و نمور به نام چی یاد میکنیم ما و شما؟ دوستا به نام انتر نتورک آپریتینگ سیستم یا به نام آی او اس یاد میکنیم. آی او اس از زیر باز ما و شما در این پروگرام سی سی ان ای میخوانیم چطور اپگرید بکنیم، چطور چنج بکنیم، چطور بکاپ بگیریم. این پروسه ما و شما کلا میخوانیم که توسط تی اف تی پی این پروسه کار میشه. سوال که هادی ابراهیمی پرسان کرده، گفته نقش آی پی دی ان اس و مثلا ای چیزا چی است؟ سبنت ماسک چی است؟ ما هرچند سر از این موضوع میریم، بازم ما گفتم در اوتلاین است، بعد از این معرفی دیوایس ها باز ما سر از این موضوع میریم. آی پی بحثش خیلی طولانی است، ما سر آی پی بین یک هفته تا 10 روز صحبت میکنیم، بین یک هفته تا 10 روز که کل تاپیک ها از این خلاص کنیم، 4 و 6 و سبنتینگ سوپرنتینگ ایگه پاره. ولی من فعلا هم قدر بر شما میگم که اینی کامپیوتر است، اول خب باید آی پی آدرس داشته باشه. چرا؟ چون با کامپیوترهای دیگه ارتباط بگیره. مثلا آی پی آدرس میتونی 192.168.10.10. دومی سبنت ماست داشته باشه. سبنت ماست چی است؟ نشان دهنده آکتت های نتورک و هاست است. اینمی نتورک و هاست ما نشان میده. کلاس کدام کلاس است؟ کلاس سی. ای چند خانش نتورک است؟ 3 خانش. پس سه خانه سبنت ماست که نتورک ما 255 میشه، خانه هاست ما 0. ای که چرا 0 میشه باز در سبنتینگ سر ازی صحبت میکنیم، فعلا ای رو بانین. دیگه چی داریم؟ دیفالت گیتوی. هرچند ما ایردن تورک پلاس صحبت کردیم، بازم دیفالت گیتوی در واقع اینی کامپیوتر ما وصل میشه در سویچ، و سویچ ها میه معمولا در راوتر، و راوتر به دنیای انترنتی وصل میشه. اینمی دیوایس که ما رو به دنیای اینترنتی، به نتورک های دیگه، به خارج از نتورک ما، به بیرون از نتورک ما وصل میکنه، او راوتر است. و اونمو راوتر پورتش که طرف نتورک ما و شما وصل شده، و تمام کامپیوترها از اینی نقش میدان هوایی را داره، نقش برتان بگویم مرزی را داره که ما و شما را از یک ولایت، از یک کشور بیرون میکنه. مثلا شما بخواین از افغانستان بیرون شین، میرین در میدان هوایی، در طیاره میشین، میرین به خارج.
یا مثلا زمینی اگه برین فکر کن، مثال برتان میگم، از مرز تورخم یا اسلام آباد از اینجا بیرون میشین، این یا گیتوی ما و شماست، یا هم عین نقشه داره. چی میگیم؟ میگیم 192 داد 168 داد 10 داد 1، معمولا آی پی آدرس اول نتورک دهی میتیم. این حال تمام کمپیوترهایی که دینیمی نتورک است بخواه از نتورک خود بیرون بره، بعد در کجا بره دوست عزیز؟ بعد بره پیش دیفال گیتوی که نقشه از اینی میسه. این حال ما شما 192 168 10 داد 1 دیفال گیتوی ما راوتر است. خب این حال ای خوصه ای شد کمپیوتر خود فامید، دیفال گیتوی خود فامید، سب نت ماسک خود فامید، فامید ما کدام نتور داریم، هاست داریم. میایم سر از این موضوع که اینی کمپیوتر مثلا شما دایش خود نمیرین گوگل کتایپی باز کنین، یوتیوب کتایپی باز کنین، ای گپا کلا ما و شما کت چی باز میکنیم؟ کت نام باز میکنیم، گوگل، فیسبوک، یوتیوب، ایمیلینگ، سند، ریسیو، کلا به واسطه نام است. چرا؟ چون نام آسان است. باز ما در دنیای اینترنتی مثل این خدمات خود گوگل سرچ انجینش فریست نی؟ سرچ انجین فریست، ما میتونیم فری سرچ بکنیم، هر کار بکنیم، خیلی خدمات فریست. گوگل یک دانه سرور داره که دی ان سرور برش میگیم. خدمات دی ان سرور از یوم چی هستک؟ فریست، که شما میتونین از دی ان سرور گوگل به شکل رایگان استفاده کنین، نام با آی پی، آی پی با نام چی کنین؟ چینج بکنین. ما و شما میتونیم در نتورک خودم دی ان اس داشته باشیم، میتونیم دی از دی ان اس های خارجی هم استفاده کنیم. اینا به خاطر از اینکه نام با آی پی، آی پی به نام تبدیل شه، ما میریم در کامپیوتر خود میگیم دی ان اس اول ما 8 8 8، دی ان اس دو ما مثلا 4 دا 2 دا 2، هر دوی از اینا دی ان اس گوگل است، دی ان اس سرورهای گوگل. سرور دی ان اس فری داره، مثلا اندروید یا فری داره دیگه، مایکروسافت این اس فری داره کلا. اینا هر وقت شما نام با آی پی، آی پی به نام بخواین چین چاین، کامپیوترتان میره پیش راوتر میگه من میخوام برم پیش سرور دی ان اس، این روان میکن پیش سرور دی ان اس، پیش دی ان اس میره میگه می نام گوگل کیست یا نام فیسبوک کیست، آمازون کیست، آی پیش بر ما بتین، باز آی پی آدرسش برش میته، باز بعد از او توسط آی پی ارتباط میگیره. دقت کنین دوست عزیز، راوتر و مودم خیلی تفاوت داره. مثلا ما و شما وقتی که اینترنت میگیریم، اینترنت فکر کنین 100 رقم کانکشن ما و شما داریم در اینترنت. مثلا مثال براتون میگم، از سیم کارت وصل میشیم 3G 4G و غیره. اینترنت سیستم دایل اپ داریم، سیستم کارت تیوی داریم، اینترنت فایبر داریم، اینترنت وایرلس داریم، اینی گپا. ولی در داخلی کامپیوترهای ما و شما کلا معمولا کت کیبل کار میکنه، پروتکل از اینا و پروتکل بیرونی فرق میکنن بین یکی دیگه، نوعیت سیگنالش اینی گپا. فکر کنید من یک مثال براتون میتونم، در کابل در افغانستان یک چیزی که مروج است در خارج هم است، دی اس ال است. کیبل دی اس ال اصل نتورک تلفن، شبکه تلفنی و شبکه کامپیوتری رو بر ما و شما یک جای میکنه. از او خاطر ما اگر این رو بیاریم مستقیم در راوتر وصل کنیم نمیشه، باید اول بیاریم در مودم وصل کنیم. مودم وظیفه شیست که مادیولیشن و دی مادیولیشن میکنه، یعنی سیگنال نوعیتش چنج میکنه، باز بعد از او در راوتر میاریم، باز بعد از او وصل میکنیم. فکر کنیم مگه مثال براتون میتونم، اگزمپل، ما یک نوعیت دیتا داریم با سیستم آنالوگ، یک نوعیت دیتا داریم با سیستم مثلا دیجیتال که میگم نی. مودم اگزمپل مثل این میتونه کار میکنه، از سیستم آنالوگ و دیجیتال برای ما شما چی میکنن؟ چنج میکنه. دیگه براتون بگویم مثلا مودم داریم کیبل فایبر، ما در بیرونی فکر کنیم کیبل فایبر استفاده کنیم، در بیرون نتورک خود، در داخل خود، داخل نتورک ما کیبل توستد پیار استفاده میکنیم. این حال ما و شما باید یک مودم داشته باشیم که در وسط کار کنه و چی کنه، وظیفش چی باشه؟ فایبر و توستد پیار، توستد پیار رو به فایبر چینج بکنه. این مثل زمی وایرلس داریم، مثل زمی دیگه اگه پا داریم که اینمی وظیفش، وظیفه چی است؟ مودم است.